آمریکا به کمپین تحت رهبری نیوزلند برای مبارزه و نابودی افرادگرایی خشونت‌آمیز آنلاین می‌پیوندد. این ابتکار عمل در سال 2019 میلادی توسط جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزلند و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه آغاز شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا به بهانه آنچه آزادی بیان خواند از پیوستن به این کمپین امتناع کرده بود. آردرن از شرکت‌های تکنولوژی خواسته تا نسبت به افرادگرایی و سخنان از روی نفرت و انزجار آنلاین سخت بگیرند. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید به تازگی در بیانیه‌ای گفت آمریکا به کمپین دعوت کرایستچرچ برای اقدام به منظور از بین بردن محتواهای آنلاین تروریستی و افرادگرایانه خواهد پیوست. این توافق بین‌المللی یک توافق بی‌سابقه میان دولت‌ها و تمامی شرکت‌های تکنولوژی بزرگ در خصوص چگونگی امن‌تر کردن فضای اینترنت است.